الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله خبری رسید امشب که نگار خواهد آمد خبری رسید امشب که نگار خواهد آمد سر من فدای راهی که سوا خواهد آمد همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ به امید آن که روزی به شکار خواهد آمد اللهم عجل لولیک الفرج السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام با افتخار از بین الحرمین در خدمت شما گرامیان عزیز هستیم انشاءالله برنامه هایی رو که در خدمت شما عزیزان هستیم خیلی خلاصه حدیث و آیه رو تقدیم میکنیم یک داستان اخلاقی هم به تناسب اون که انشاءالله یک مطلب بسیار زیبایی رو بتونیم تقدیم شما گرامیان کرده باشیم چقدر خوب هست که با دعا برای فرج بحث آغاز کنیم در حدیثی داریم که فاکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم خیلی حدیث زیبا و قشنگ و اثرگذاری است تا میتونیم به امام زمانمون دعا کنیم آیا فقط دعا کنیم نه آمده فاکثر الدعاء زیادم دعا کنید زیادم از خدا بخواید التماس کنید حس کنید که نیاز به امام داریم چگونه انسان نیاز به اکسیژن داره به آب داره موقعی داره توی آب خدای نکرده غرق میشه دست و پا میزنه یک نفس کوچیک بکشه این گونه التماس کنیم ما نیاز به امام زمان داریم موقعی این فقر رو احساس بکنیم اون موقع دعامون اثر بخش میشه اونم نه یک دعای معمولی فاکثر الدعاء زیادم دعا کنید آیا فقط همین؟ نه فاکثر الدعاء به تعجیل الفرج حالا که زیاد دعا بکنید و دعا هم که کردین از خدا بخواید که زودم بیاد به تعجیل الفرج نه فقط یه دعای معمولی هی مرتب از خدا بخواید خدایا امام زمانمون بیاد اونم چی؟ زودم بیاد هر یه لحظه ای که آقا بیاد ما بیشتر بهش احتیاج داریم بیشتر نیاز داریم اون وقت این چه اثری داره فإن ذلک فرجکم در این گشایش برای شما فرج برای شما همین معنایی داره که طبیعی هست موقع که امام زمان بیاد گرفتاریامون حل میشه به توحید میرسیم بهتر میتونیم زندگی کنیم آرامش داریم همین الانم زندگون بهشت میشه در بهشتی که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون غم و اندوهی نیست چقدر زیبا میشه که انسان اون زمان رو درک بکنه مطلب بعدی هم این هست که اگر صلاح بود ما وظیفه رو انجام دادیم دعا کردیم اما زمان ظهور رو درک نکردیم فإن ذلک فرجکم گشایش کارهای خودمون در اون هست خودمون زندگیمون فتح و نصرت و پیروزی و گشایش درش ایجاد میشه من در آیت بعد یه داستان رو محضر شما مطرح خواهم کرد
مشتاقان امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف قول یک داستان به شما داده بودم. اگر انسان دعا کنه به دیگری چقدر گشایش براش ایجاد میشه. در نقل داریم در مسجدی که زمان امام کاظم علیه السلام ایشون رو حبس کرده بودند و خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو، یکی از یاران خاص امام کاظم علیه السلام مشغول قنوت نماز بود، عجیب گریه میکرد، عجیب دعا میکرد به دوستانش، به همسایه ها، به هر کسی که به ذهنش میرسید دعا میکرد. یکی از عمال حکومت که از محبین امام کاظم علیه السلام بود این آقا رو میشناخت، گفت برم ببینم چه دعای خاصی برای خودش میخواد بکنه که امام کاظم علیه السلام یادش داده. رفت نزدیک، اما میدید چقدر زیبا ایشون گریه میکنه، به پهنای صورت اشک میریزه، دعا میکنه. اما موقعی که نوبت خودش شد رفت به رکوع، سجده هاشو انجام داد، سلام داد و نماز رو تمام کرد. رفت کنارش گفت بنده خدا، متوجه شدی که من آمدم ببینم چه اعمالی و چه دعاهایی داری؟ گفت نه، اصلا توجهم به تو نبود. گفت نه ترس، درسته من از عمال حکومتم اما محب امام کاظم علیه السلام هستم، کاش دعایی رو که امام یادت داده بود میخوندی منم یاد میگرفتم. ایشون این حدیث رو از امام نقل فرمودن که امام فرموده باشند هر کس به برادر مؤمنش در غیابش دعا کند، خوب دقت کنید بینندگان عزیز، هر کس به برادر مؤمنش در غیابش دعا کند خداوند همون دعا رو، دقت بفرمایید خواهش میکنم، همون دعا رو در حقش 100,000 مرتبه مستجاب میکند. من از کجا بدونم دعایی که میکنم مستجاب میشه یا نه؟ اما این وعده امامه، امامی که همواره صادق و راستگو هست، خیرخواه ما هست. فرمودن اگر دعا به برادر مؤمنت بکنی همون دعا رو خدا در حقت 100,000 مرتبه مستجاب میکنه. و چه کسی بهتر از مؤمن واقعی، مؤمن واقعی ما، شخصی که به یمنهی روز قلبه رو از جانبش رزق میخوریم، امام زمانمون. اگر دعا بهش بکنیم چقدر این برکات دعا به خود ما برمیگرده. بیایید در این لحظات ملکوتی ناب در بین الحرمین که هستیم، این گنبد و بارگاه زیبا رو که نگاه میکنیم دلهامون پر میکشه بیم برای زیارت، دعا برای فرج بخونیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة و تمتعه